سلام دوستان، امیدوارم که درسای قبل رو با دقت کار کرده باشید دوستان عزیز، و در واقع در این درس قصد دارم در رابطه با صرف فعل در مضارع یا همون زمان حال در عربی صحبت کنم. بسیار بسیار دوستان این مبحث مهمیه، 100% کاربردیه. چرا؟ چون اصلا تمام فعل دوستان در واقع تمام جمله سازی به فعل بستگی داره. ما اگر نتونیم فعل ها رو صرف کنیم اصلا جمله سازی دیگه معنی نداره، ما نمیتونیم جمله بسازیم. خب اما فعل چیه دوستان؟ فعل کلماتی مثل رفتن، آمدن، دیدن، گفتن و غیره هستن که قبلا مهمترین فعل ها رو هم خدمتتون معرفی کردم. اما میخوایم الان فعلا صرف فعل رو در زمان مضارع بگیم دوستان. توی عربی بگیم مضارع، مضارع یعنی در واقع همون زمان حال دوستان. یعنی مثلا من چطور بگم میروم، مینویسم، تو می آیی، آنها می گویند، همون فعلایی که اولشون می هست در زبان فارسی میشن در واقع افعال مضارع، مضارع ساده. می گوییم، می نویسیم، تو مسافرت می کنی، اینا رو بعد چطور بگیم؟ خب اولین فعلی که میخوام دوستان خدمتتون توضیح بدم و صرف کنم فعل کتب هست دوستان. کتب یعنی نوشتن. در واقع گفتیم که فعل ها عمدتا اکثر فعل ها در زبان عربی دوستان سه تا حرف اصلی دارن. کتب خب حرف اصلیش همین در واقع کاف، تا و با هستن. توی زبان عربی دوستان تا و با میگیم، ت و ب نمیگیم دوستان. خب همین سه حرف هستن، که، ت، ب، حالا خیلی ساده بگیم. اما چطور باید صرف کنیم؟ ببینید دوستان، خواهش میکنم خوب دقت کنید به جدول صرف افعال عربی. خب توی زبان عربی دوستان، توی در واقع مبادی ها یا همون قواعد زبان عربی، درستش اینه که ما بیایم به صورت 14 صیغه بنویسیم. اما چون هدف توی این مجموعه آموزشی یک هدف کاملا کاربردی است و من قصد دارم که به ساده ترین شکل ممکن مطالب رو به شما عزیزان آموزش بدم، ترجیحم این بوده که دقیقا مثل یک جدول صرف فعل فارسی این کار رو انجام بدم که درکش آسان تر بشه برای همه عزیزان. یعنی به همون صورت که توی فارسی میگی من، تو، او، ما، شما، آنها، همین کار رو توی عربی هم من انجام دادم برای اینکه براتون ساده تر بشه و از اون حالت در واقع خشکی و که حالا بگیم کتابی و رسمی 14 صیغه در بیاد. خب ببینید دوستان، فعل من یا همون آنی همیشه کافیه ما یک ا ابتدای سه تا حرف اصلی بذاریم. ببینید کتب نوشتنه. حالا من اگه بخوام میگم من می نویسم میگم اکتب، تا اون شده رفت. یعنی ا بذارید اولش، ا بذاریم اول صرف هستی میشه چی؟ فعل مربوط به من. اکتب یعنی چی؟ من می نویسم. حالا دوستان دقیقا توی زبان عربی هم چون فعل ها مثل فارسی صرف میشن، ما وقتی فعل رو صرف میکنیم خیلی وقتا دیگه من و تو و او رو نیاز نیست اصلا بگیم، اون ضمایر منفصل رو. اوکی، یعنی مثلا ما تو فارسی هست مثلا میگیم من مینویسم، بعد به جای من مینویسم میتونیم بگیم مینویسم. چرا؟ چون خود مینویسم شخصو داره نشون میده. توی عربی هم چه در واقع بگید انی اکتب چه بگید اکتب، زیاد با هم دوستان فرق نمیکنه. خب این از فعل من. برای فعل تو دوستان خوب دقت کنید، خواهش میکنم. ببینید برای فعل تو، توی مذکر دوستان و اوی مؤنث، ببینید دو تا رو قرمز نشون دادم، توی مذکر یعنی انت و اوی مؤنث یعنی هی، اینا فعلشون یکیه توی عربی دوستان. خوب تصور کنید تو و اوی مذکر، اوی مؤنث دوستان، اصخایی میکنم اوی مؤنث. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916-533-1563 همونطور که در تصویر میبینید با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.